संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। लाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 لا. تو چرا انقدر ساکتی؟ این چشماتو، این چهرت نشون میده نگران چیزی هستی. چرا؟ چیزی شده؟ من کجا ساکتم؟ دارم با همه حرف میزنم. از کی تا حالا از چشمام حرف دلمو میخونی؟ از وقتی که اینجا اومدیم، هم از چهرت میبینم و هم از چشمات میخونم. مسخره است. ما فقط چند ساعت اینجا اومدیم. خب چه فرقی میکنه؟ بعضی از آدم ها اینجورین. همین که میبینیش میتونی از حالت صورتشون همه چی رو تشخیص بدی. حرفای خوب میزنی. یعنی فقط خوب حرف میزنم؟ خودم خوب نیستم؟ نمیدونم، در این مورد فکر نکردم. منظورم اینه که اصلا به این موضوع دقت نکردم. خب با دقت ببین، فکر کن. تو که خیلی فرصت داری. ببینم مگه فکر کردن زوریه؟ اگه فکر نکنم چی؟ ولی اینجوری اصلا امکان نداره که بتونی به من فکر نکنی. منو به چالش میکشی؟ نه به چالش میکشم و نه حتی قصدشو دارم. فراز لطفاً. حالا تو یه بار حرفمو گوش کن. من نمیخوام باهات وقت گذرانی کنم، قصد مزاحمتم برات ندارم. حالا اگه این دوتا چیزو بذاریم کنار، بین دو نفر میتونه رابطه دوستی به وجود بیاد، مگه نه؟ نکنه با این قضیه هم مشکل داری؟ این چطور ممکنه فراز؟ با یه ملاقات چطور میتونی به این چیزا فکر کنی؟ آره درسته، من که فکر کردم، تو هم فکر کن. یه چیزی رو به یاد داشته باش، من عادت ندارم نبشنوم. اینطوری هم هست. به به آبده، اینم از شانس توه. فکر میکردم که برای چای خوردن منتظرم میمونی. من عادت ندارم منتظر بمونم. این که خیلی خوبه. اینجوری به نظر میرسه که من و تو با هم خیلی تفاهم داریم. با من ازدواج میکنی؟ ازدواج؟ فراز داری شوخی میکنی؟ نه، خیلی هم جدیم. ببین، بعد برگشتنمون من مامانمو میفرستم خونه شما. خانواده ها میتونن تاریخ ازدواج رو تعیین کنن. تو که اعتراضی نداری نه؟ فراز، تو منو یا حتی خانواده مو نمیشناسی. ما تو این سفر آشنا شدیم. تصمیم به این بزرگی؟ نه تو بگو، اصلا در مورد من چی میدونی؟ هیچی. بعد چنین تصمیمی گرفتی؟ من از تو خوشم میاد، این برام کافیه. میدونی من دوست خیلی زیاد دارم، ولی نمیدونم چرا هیچ کدومشون برای ازدواج مناسب نیستن. حالا من مناسبم؟ آره، ببین چقدر لبخند زیبایی داری. بهت این قولو میدم، تو رو خیلی خوشحال نگه میدارم. خیلی فرق دارن موقعیت خانواده هم. الان این وسط بحث موقعیت از کجا اومد؟ در ضمن من که خونه تو نمیام، تو خونه من میای. و خانوادت چی؟ مامانمو میگی؟ اون یه زن تاجره، خیلی هم روشن فکر و منطقیه. اون برای این از بابام طلاق گرفت چون نظرش این بود نمیتونن در کنار هم با خوشی زندگی کنن. وقتی بحث من پیش اومد، من تصمیم گرفتم با مامانم زندگی کنم.
پس بابا چی شد؟ بابا؟ اون که تو انگلستانه با همسر و بچه‌هاش. در ضمن خیلی هم خوشحاله. واقعیت اینه که همه ما الان خوشحالیم. ولی اگه یه وقت مامانت با خانواده من مشکل داشته باشه چی؟ اول اینکه اصلا اینطوری نمیشه. اگرم بخواد اینطوری بشه برای من فرقی نمیکنه. من خودم عاقل و مستقلم. برای ازدواجم به اجازه کسی نیاز ندارم. ولی اگه من نخوام این پیشنهاد تو قبول کنم اون وقت چی؟ آره. این یه نکته خیلی مهمه که اصلا در موردش هیچ فکری نکردم. اگه تو بهم جواب منفی بدی چی میشه؟ واقعا چی میشه؟ تو شبا از خوابت بیدار میشی، به یادم میافتی و گریه میکنی. دیگه هرچی هم نباشه، من یه آدم معمولی نیستم که راحت بتونی فراموشم کنی. مامان تو بفرست خونمون، بعد ببینیم کی به یاد کی گریه میکنه. او واقعا؟ خب تو خونتون کی هستن؟ تو خونه من مامانم نیست، خواهر بزرگم مامنه، داداش کوچیکم و بابام. فقط همینا خانواده من. بابام دوست نداشت اینجا بیام، برای همین بدون اجازه اومدم. احتمالا خیلی عصبیه. حالا به این فکر میکنی که اگه برگردی چی میشه؟ تو که کار دل خودتو کردی، ولی هنوزم ته دلت ناراضی. آره راست میگی، من نمیخواستم اینجا بیام، ولی وقتی بابا از اومدنم به اینجا منعم کرد فکر کردم این کار درستیه. خب مشکلی نیست، من باهات میام و با بابات حرف میزنم. تو با بابای من حرف میزنی؟ به هیچ وجه. اون هر دوتامونو میکشه. اون این فکر رو میکنه که من به خاطر تو لج کردم و اومدم اینجا. باور نمیکنه که این اولین باره همو میبینی. وقتی من حاضرم مسئولیت این دختر لجبازشو تا آخر عمر بگیرم، احتمالا اون خوشحال میشه. بابا هیچ وقت از من خوشحال نمیشه، اینو من میدونم. اصلا اینطوری نیست. تو باید بری شخصا ازش معذرت خواهی کنی، بعد تأثیر کارتو ببین، بعدش به من بگو چی شده.